جنبودی در جان امکان گفت چی میشد؟ کی توانستی گل معنا شکفتم یعنانم. خوشحالم که فرصتی هست بالاخره ایرانی ها بعد از قرنها امکان سخن گفتن پیدا کردن. یادتون باشه در دوران استبداد طویل که ده قرن به درازا کشید، حق سخن گفتن به طبقه حاکمه تعلق داشت. مردم فقط باید گوش میدادن، مردم باید گوش شنوا داشتن برای احکام غلیظ. و برای اولین بار در تاریخ ایرانی ها فرصت سخن گفتن پیدا کردن و اینکه خودشون بنشینن به طور مستقل حوادثی رو در ایران گذشته بررسی کنند و به نتایجی برسن، نه برای تکرار گذشته، نه برای احیاء گذشته، نه برای آویزان شدن به گذشته، برای اینکه در آینده دوچار خطا نشن. متاسفانه من دیدم پاره‌ای به قصد کنکاو در گذشته به گذشته آویختن و دوباره به گذشته برگشتن یا میل به گذشته پیدا کردن. این غیر ممکنه. نگاه ما باید به سمت آینده باشه. در نتیجه ما باید از گذشته فقط پند بگیریم، نه گذشته رو تقدیس بکنیم نه بهش آویزون بشیم. گذشته و هر روی در گذشته. با کی هستیم؟ با آقای دکتر محسن سازگارا. تجربیات فوق‌العاده‌ای داشته در دهلیز پرتب و تاب انقلاب همیهنانم و حوادثی که در اون روزها گذشت، چه بر ایرانی‌ها و چه بر مردمانی که ناچار شدن میهن و مملکت و سرزمین خودشون رو ترک کنن و بگریزن. ایران تجزیه شد، گروهی علیه گروه دیگری، طبقه حاکم رفته، گروهی که مدعی بود که در گذشته محکوم بوده جای طبقه حاکمه رو گرفت، اما شروع کرد به براندازی دوران گذشته. این براندازی البته وجوه مختلف داشت، هم به جان فرهنگ افتاد، به جان زبان فارسی افتاد، به جان عناصری از گذشته افتاد که از اونها به عنوان طاغوت یاد میکرد. مصادره گذشته آغاز شد، جنگ با ارزش ها و سنت های گذشته که تا به امروز هم دوام آورده و انقلاب به طور تصنعی تا به امروز حفظ شده، به طور تصنعی، چون دیگه عوامل برپایی انقلاب که دیگه وجود نداره. یک بار انقلاب رخ میده یا حادثه است در تاریخ، مثل صاعقه میزنه تمام میشه. در کوبا بعد از 24 ساعت اعدام ها متوقف شد. در ایران انقلابی 36 ساله که سعی میکنن به طور ساختگی جب شرایط و بحران مسلح دوران انقلاب رو حفظ بکنن. آقای دکتر سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. سلامت باشین، قربان شما. شما خوبین؟ تشکر میکنم. مقدمه مصطفی گفتید راجع به انقلاب ها و اون تز انقلاب دائم تراتسکی که فکر میکرد دائما میشه، یا مثل رژی دبره که میشه انقلاب در انقلاب کرد دائما. البته انقلاب ها آقای میبودی، اگر حرف آقای کرین برینتون رو قبول بکنیم، یک دوره وحشت و ترمیدوری به اصطلاح دارن، بعد تبشون عرق میکنه. اما پاره انقلاب ها تا میان عرق بکنه و بیان به میانه و میانه روتر بشن، عوامل بازتولید تندروی دارن، به خصوص در ایدئولوژی گرایی ها که دشمن تراش هستن، با تکیه بر دشمن تراشی، حالا امپریالیسم، صهیونیسم، دشمنان پیدا و پنهان، دوباره اون وحشت رو بازتولید میکنن و نمیگذارن که انقلاب بیاد و اون تصوری که انقلابیون، البته همه انقلاب ها داشتند که یک شبه میتونن تا آسمون رو بیارن زمین و تمامی مبانی و ساختارهای یک جامعه رو زیر و زبر بکنن، معمولا وقتی این هوس سرش به سنگ میخوره، انقلاب ها آروم میشن و انقلابیون آروم میشن و میان به میانه تر و میانه روتر میشن. ولی پاره انقلاب ها تا میاد این اتفاق بیفته، یک عده در واقع با
تکیه به همون دشمن تراشی ها و پیدا عوامل توطئه گر، مثل استالین میگفت مثلا پزشکا میخوان توطئه بکنن، یه روز محاکمشون میکرد، مهندسا میخوان آب مسکو رو مسموم کنن، یک گروه های پنهانی هستن. آقای خامنه ای هم میگه تهاجم فرهنگی هستش، عوامل نفوذی اون لالوها هستن، و به همین بهانه ها دائما اونهایی رو که میانه روتر میشن و میفهمن که خب نمیشه یک شب همه چیز رو تغییر داد، دائما تصفیه میکنند و به قول معروف مردم رو در شرایط حساس کنونی نگه میدارند و با ترسیم دشمن های عجیب و غریب و توطئه های عجیب و غریبتر و نفوذی های پیدا و پنهان سعی میکنند که دائما این تب رو نگه دارند و به این ترتیب البته سیطره و سلطه خودشون رو سعی میکنن که مداوم بکنن. آقای سازگارا، در زمانی که انقلاب در ایران رخ داد، با توجه به سوابقی که مردم داشتن از گذشته و خب بر سر منابر از رأفت اسلامی با اونها سخن گفته شده بود، مردم انتظار داشتن که یه محیطی خیلی خیلی مطبوع‌تر از گذشته پدید بیاد. آقای ریاضی که رئیس مجلسه، فکر کنید با وقوع انقلاب به جای که فرار بکنه، با اینکه در خارجه، برمیگرده به ایران. یعنی مطمئنه که با این انقلاب اسلامی که بر سر کار آمده و جنسیتش با انقلاب‌های دیگه فرق میکنه و از نوع صورتی رنگ و قراره که درش رأفت گسترش پیدا بکنه، خشونت برچیده بشه، زندان‌ها برچیده بشه، بابا چون که صحبت‌ها من به خاطرم در شب‌های انقلاب بشارت برچیدن زندان‌ها بود که دیگه در ایران زندانی نیست، چون در متون اسلامی به هیچ وجه صحبتی از زندان پدید نیامده. هیچ جا در هیچ جا در هیچ متن مذهبی اسلامی ما زندان نمی‌بینیم. تصور مردم این بود آقای خویدا در ایران میمونه، هی اصرار میکنن، اقوامش هم میرن ازش میخوان آقا هر چه زودتر برو، مملکت در حال تغییر. گفت من جنایتی نکردم، در نتیجه خیالم راحت، اگر دادگاه انقلابم برپا بشن خبری نخواهد. خیلی ها تصورشون این بود که این انقلاب دیگه از نوع استالینی نیست، از نوع انقلاب کوبا و ماو و بقیه نیست، این یه انقلابی است که آمده به قصد گسترش و توسعه رفعت، دوستی، محبت، انس و خلاصه بهتر کردن زندگی ایرانی ها. من به خاطرم هست که در شبهایی با آقای فرهاد نازرزاده کرمانی که خودش استاد دانشگاه بود، پسر نازرزاده شاعر معروف، جمع افراد خانواده که بعدا معاون دانشگاه شد، صحبت میکردیم، تصور همین بود، تصور دوستان ما از وقوع یک انقلاب اسلامی، نه به مفهوم روسیش، نه به مفهوم چینیش، به مفهوم ایرانی در جهت مثلا به شکلی بازسازی عرفان، احیای عرفان یا تفکرات عرفانی، افزایش معرفت جامعه و و. من همین موندم که چون بحث گذشته رسیدیم به شکنجه و تفکر اعمال شکنجه که شما شعر کشافی دادید و به نظرم فوق‌العاده بود، یعنی که یادتون باشه این بحث رو ادامه بیدیم. بله، والا آقای میبودی، به نظرم آقای ریاضی یا آقای هویدا یا خیلی کسای دیگه و خود ماها انقلاب ها رو نمیشناختیم و تصورمون از انقلاب به قول دوست عزیز ما داریوش آشوری، نمیدونستیم چه موجود وحشی است انقلاب، به خصوص اینکه یادمون باشه دین، همه ادیان، حتی مسیحیت که فرصت قدرت و قدرت پروری هم نداشت عیسی مسیح، و توصیه هاش هم آنچه که ازش به جا مونده همه به رأفت و مهربانی و دوستی و اینهاست، وقتی به قدرت آغشته شد دیدیم که چه خشن شد، انکیزیسیون به وجود اومد، صلیبی ها اومدن، جنگ ها به پا شد، قتل عام ها مثل قتل عام سن بارتلومه توش اتفاق افتاد. حالا اسلام که عناصر حکومتی و قدرتی هم در تاریخش داشت، یعنی شما در تاریخ اسلام هم میتونید قرائت
مولوی و حافظ و عرفای ما رو ببینید، عطار و ابو سعید و غیره رو دارید، و هم در تاریخ ما فقهای خشن و سخت گیر و خلفای خونریز رو دارید. بنابراین دین که یک چیز ساکت و صامتیست، یک جاییست شما میرید این آدم ها هستن که میرن قرائت‌هاش رو انتخاب میکنن. ولی در انقلاب اسلامی فقط اسلام نبود که حالا قرائت فقاهتی خشک عبوس و خشنش چهره نشون داد و مرتبه گذشته. یک مثالش رو عرض کردم که چگونه یه فقیه مبرزی مثل مرحوم حاج مجتبی تهرانی به آنی از یک ترم فقهی به نام تعذیر کاملا یک حقه شرعی درست کرد و شرعی کرد شکنجه کردن و شلاق زدن رو. اما انقلاب اسلامی فقط سر سفره فقه و فقاهت نشسته بود، درسته سلول مادرش بازگشت به اسلام فقاهتی و به اصطلاح اسلام اولیه بود، مثل بقیه کشورهای اسلامی، مثل همین الان داعش، اخوان المسلمین، اصولا همه اسلامگراها بعد از سقوط امپراتوری عثمانی این هوس رو دارن که برمیگردیم احکام فقهی، احکام شریعت رو اجرا میکنیم، همه چی درست میشه، اسلام هم دوباره نیرومند میشه. اما انقلاب اسلامی این سلول مادر چند تا ژن دیگه توش تزریق شده بود. قوی ترین ژنی که هنوز هم در جمهوری اسلامی ایران ژن قوی، ژن چپ بود، ژنی که ما مسلمان‌ها از دست مارکسیستا نگاه کرده بودیم و ایدئولوژی گرایی و امپریالیسم و اینها رو از مارکسیستا کپی کرده بودیم و تقدیس خشونت، تقدیس انتقام گیری. بذارید من یه مثالی برای شما بزنم، یک کم در واقع باید برم جلوتر. موقعی که من در دولت آقای رجایی مسئول سیاسی بودم، یک روزی گزینش این اداره ها شروع شده بود، یک کسی یادم هم نیست کی گزینش اداره ها رو برای من آورده بود، پرسشنامه ای که میدادن متقاضی اداره پر کنه، بخش گزینش اداره، یک سوال این بود که شما دارید روز برفی در خیابون میرین در کوچه، از پشتبون یک کسی برفشو پارو میکنه رو سر شما، برف میریزه، بعد چی کار میکنید؟ پاسخا این بود که یک، مثلا میرید رای خودتون ادامه میدید میرید، دوم این که خلاصه چی کار میکنید، سه این که در میزنید یارو میاد و باهاش دست به یخه میشین، اعتراض میکنید. از دید گزینش اون اداره گزینه سه درست بود، یعنی یه آدم باید اگر هم بدی در حقش شد بیاد با یارو دعوا کنه، یه دونم بزنه تو گوشش. و توجیهشون هم این بود که اون برخوردهای اول لیبرالیه، اون برخوردهای اول انقلابی نیست. ببینید دین که پیغمبرش رحمتن للعالمینه، بالاخره حتی اسلام هم همه اساس همه ادیان بر گذشته، قرآن هر جا هم که میگه برخوردی بکنی میگه اگر بگذرید قصاص بکنی، میگه اگه بگذرید بهتره، عفو بکنید بهتره. به هر حال همه ادیان یه آموزش محوریشون عفو و گذشته و مهربانیه و اینهاست. اما وقتی لباس انقلابی تنش کرده و تصور انقلابی داره، فکر میکنه اصلا گذشت و مهربانی این لیبرالی، عرض کردم یه بار مثل فحش بود اول انقلاب، اگه به یکی میگفتی لیبرال، مثلا فحشی که به منز بازرگان میدادن این بود که لیبراله، اسلام لیبرالی داره، و میگفتن اینا انقلابی نیست. در واقع ببینید در انقلاب اسلامی اسلام رو دو تا، به شوخی من گاهی میگم دو تا شعار ما بهش دادیم، یکی انقلاب بود، انقلابی گری بود، یکی سیاست و قدرت بود. البته بعدا به نظر من حالا به ثروتم آغشته شده و ثروت اندوزی. این دو تا همسر در واقع این مکتب رو اولی خشنش کرد، سخت گیرش کرد و آدم کشش کرد، دومی در واقع قرائتی رو ارائه کرد که هر دغل و حقبازی و کلک و دروغی رو براش مباح کرد.
و واقعا به قول میگفتن مرحوم آیت الله شریعت مداری گفته بود یه بار که این انقلاب یک شهید بیشتر نداشت، اونم اسلام بود. به نظر منم اگر قرار باشه دین رو کسی کمک بکنه، باید طلاقش رو از این دوتا همسر بگیره، حالا یا زن یا شوهر، هر اسمی روش بذاریم، و آزادش بکنه و برگرده به قرائت‌هایی از دین که در تاریخ اسلام هم مثل سایر ادیان کم نداریم، قرائت‌های مهربانانه و مشفقانه، و کم عناصری هم نداریم که بتونیم به اونا دستاویز داشته باشیم به جای عناصر خشن، تند و آدم کشانه ای که میگم گفت گل بود به سبزه آراسته شد. خود اسلام فقاهتی به قدر کافی عناصر خشونت ورزی داشت و داره، اون وقت شما بهش یک پوشش تقدس انقلابی و تقدس و خشونت و تقدس انتقامگیری و اسلحه و غیره هم بهش اضافه بکنید، نتیجهش میشه که مکتب بسیار بسیار خشنی میشه. به نظر من اسلامگراها در ایران نشون دادند که وقتی این تئوری ها رو اینطوری به هم میبافند، در عمل حتی خشنتر از انقلابیون مارکسیست میشن در شوروی فرض کنید، یا خشنتر از انقلابیون فرانسه میشن بعد از انقلاب فرانسه به نسبت زمانشون ها، وگرنه حالا شما زمان ها رو جا به جا کنید فرق میکنه. به هر حال اینی که میگید آقای ریاضی یا آقای هویدا نشناخته بودن، یا شما یا دیگران، به نظرم هیچ کس نمیشناخت، ما هم نمیشناختیم که یه موجودی به این خشونت متولد میشه. حتی متفکری مثل میشل فوکو اشتباه کرد. میشل فوکو در پیروزی انقلاب تقدیس کرد انقلاب اسلامی رو، او رو به اصطلاح پشت کردن به مدرنیته و تئوری های خودش دونست و عبور به عصر پست مدرنیسم یه جور، اما یک سال بعد میشل فوکو هم فهمید اشتباه کرده، بعد همون نوشته خودش رو نقد کرد. به هر حال حالا برگردیم به اون زمان. قبل از اینکه برگردیم، آقای سازگارا، قبل از اینکه برگردیم، یه زاویه نادیده این وسط وجود داره پشت دیوار انقلاب. هیچ بعد هم نمیاد در این باره هم صحبت بود. در اون زمان پادشاه ایران در خارجه، حالا در مصر بوده، مراکش بوده، در پاناما، بحث برگردوندن شاه اون روزها مطرح بود. به نظرم بیشترین کسی هم که این وسط خیلی فعال بود صادق قطب‌زاده. میخوام ببینم خود این مسئله بازگردوندن پادشاه اون زمان در بین انقلابیون هم مطرح بود یا نه، در همون روزهایی که شما الان دارید درباره صحبت میکنید؟ بله حتما حتما مطرح بود. حالا من به طور اخص ممکنه دیگه سرم گرم تشکیل سپاه پاسداران بوده و خیلی یادم نمیاد حالا من به این موضوع فکر کرده باشم اون مقاطع، ولی ببینید مسئله شاه به نظر من دو تا انگیزه جدی وجود داشت که شاه رو دلشون میخواست برگردونن به ایران. یکی این که انتقام ازش بگیرن، محاکمش بکنن و اعدامش بکنن، چه میدونم، هر همون انتقامگیری انقلابی. چون برگردیم به اون فضا، به اون زمان که در واقع در ذهنیت انقلابیون، نه فقط انقلابیون، در ذهنیت یک ملت، محمد رضا شاه سمبل شیطان شده بود، آقای خمینی سمبل خدا. زمان باید میگذشت، اتفاقات باید بیفته، تاریخ اصولا همیشه همین جوره. بنابراین اول میخواستن برگردونن که لابد محاکمش بکنن، انتقام ازش بگیرن. دوم این که نگرانی وجود داشت که مثل 28 مرداد که 25 مرداد شاه از ایران رفته و 28 مرداد برگشت، این نگرانی هم در حکومت نوپا و تازه به وجود اومده وجود داشت که برای استقرار خودش، برای تثبیت خودش، باید شاه اون طرف رو، فرمانده اون طرف رو در این شطرنج انقلاب که بازی میکنه هرچه زودتر از بین ببره، برای اینکه امید اون طرف رو ناامید بکنه از اینکه میتونه برگرده و دوباره حکومت رو پس بگیره. به هر حال حکومت سلطنتی در ایران بیش از 2500 سال سابقه داشت و سلطنت پهلوی هم اعوانش بودن، انصارش بودن، آدماش بودن، ساختارهاش بود.
انقلابیون نوپا و حکومت تازه تأسیس طبیعی که دلش می‌خواست که هرچی زودتر فرمانده اون طرف رو بکشه، از بین ببره، از سر راهش برداره که مطمئن باشه که عناصر وفادار به او هم دیگه ناامید بشن و مطمئن بشه که دیگه بر نمیگردن. اگرچه آقای میبودی گاهی حوصله تاریخ بیشتر از یک ماه و دو ماه و دو سال و پنج سال بوده در انقلاب فرانسه، چندین سال بعد یک بار البته لویی 18 همو برگردوندن بعد از تبعید اول ناپلئون، اگرچه به قول تزار الکساندر اول که گفت نشون داد که این طرفداران سلطنت در فرانسه تمام این سالیان تبعید هیچ یاد نگرفتن و برگشتن دوباره همون کارها رو کردن و در نتیجه ناپلئون به سادگی برگشت و کنار زد و دوباره حاکم شد. ولی گاهی تغییرات اینطوری بوده، گاهی هم مثل خانواده رومانوف ها دیگه هیچ وقت نتونستن برگردن دوباره قدرت رو از دست کمونیستا بگیرن و بعدم که کمونیستا صعود کردن اصلا روسیه دیگه جمهوری شد. به هر حال اول انقلاب اون انگیزه پشت دیوار انقلاب به قول شما آقای قطب‌زاده، البته موقعی که وزیر خارجه شده قطعا این تلاش رو داشته میکرده، ولی قبل از اون هم مطمئنن دستگاه سیاست خارجی انقلاب و رهبران انقلاب حتما دلشون میخواست به هر قیمت شاه رو دنیا رو وادار کنن که پسش بده به ایران به دو دلیلی که عرض کرده. تشکر میکنم. پس برگردیم به همون ساختمان ساواک و جارو کردن و خلاصه نوسازی اونجا. بعد من اینجا دلم میخواد دو تا در واقع سه تا خاطره رو عرض بکنم، امیدوارم که فرصت برسه. یکی این که یک روزی آقای قرضی که فرمانده عملیات بود در شورای فرماندهی موقتی که بودیم، چند نفر رو معرفی کرد که ما چون بخش اطلاع تحقیقات بودیم و بیشتر کار پرسونلی میکردیم، اون 50-60 نفری که من با خودم برده بودم ما باید تایید میکردیم تا اینها بیان عضو سپاه شن. مصاحبه‌ای که بچه‌هایی که اونجا بودن با اینا کردن متوجه شدیم که اینها 50 نفرن تقریبا و همگی به سازمان مجاهدین خلق ایران سمپاتی دارن و حتی عضو هستن، مربوطن به اون سازمان. حالا درجه مربوط بودنشون رو نمیدونم، عضو بودن یا سمپات بودن یا هرچی. به هر حال من اومدم در شورای فرماندهی و رد کردم، گفتم که ما با سازمان مجاهدین خلق خطکشی داریم، اینجا اونها رو نمیتونیم راه بدیم. یادم هست آقای قرضی چرا چرا میشه. دلیلتون چی بود؟ دلیلتون برای اینکه سازمان مجاهدین خلق رو من خودم رو میگم، برای اینکه به لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک باهاشون مشکل داشتیم. بعد هم اونها در واقع، حالا من تنها نبودم، انجمنهای اسلامی دانشجویان در خارج و این هم نبود، در داخل ایران هم از سالهای 52-3 به بعد در زندانها خطکشی باهاشون شده بود و یه شکاف بزرگ در جنبش اسلامی به وجود اومده بود و سازمان مجاهدین خلق یک جوری هم هژمونی طلب بودن توی زندان به خصوص. و آدمایی مثل خود آقای رجایی، بهزاد نبوی، محسن مخملباف، حالا چهرهایی که الان سرشناستر هستن و ده ها نفر دیگه در زندان ها، آقای منتظری، آقای یه عده از روحانیون، اینها با مجاهدین خلق خطکشی کردن. مجاهدین خلق ایدئولوژیشون البته در سال 56 خب یه بخش سازمانشون اصلا اعلام کردن از توی رهبری که ما کمونیست شدیم و اسلام رو انداختن کنار. به هر حال نوع اسلامی که اونها ارائه می کردن چند قدم هم اون طرفتر از آرای شریعتی بود، یک نوع اسلام کاملا مارکسیستی بود که فقط میشه گفت یه چند تا آیه زمیمش کرده بودن. و بعدم نوع سازمان این افراد، یعنی یک جور سازمان سنترالیست خشن و بسته که به هیچ کدوم از اعضاشون اجازه نمیدادن حتی یک کتاب آزادانه بخونن و بسیار بسیار بسته سازمانی، اولویت براشون سازمانشون بود تا هر چیز دیگه‌ای،
حتی دین، حتی مملکت، حتی خانواده، زندگی. بدیهی بود که خب اینها اگر می اومدن توی سپاه با توجه به اون همبستگی سازمانی که داشتن، نمی اومدن که اونا در سپاه حل بشن، می اومدن که سپاه رو ببرن داخل خودشون. ضمن اینکه همه بخش های مختلف جنبش اسلامی باهاشون خطکشی کرده بودن از داخل زندان. شاید آقای طالقانی تنها کسی بود که سعی میکرد این میونه رو بگیره، ولی بقیه بخش ها به هر حال باهاشون مسئله داشتن. منم به هر حال معتقد بودم که تفکرشون انحرافیست، خطاست. و خب فکر نمی کنید آقای سازگارا، فکر نمی کنید که این آغازه سیاست حذف بوده؟ کاملا حذف دیگر کاملا. گروه ها مجاهدین که نباشن، سلطنت هم که رفته بود نباشه، فدایی و تودهی هم که نباشه، فقط من باشم. دقیقاً برای اینکه من که در اون روزها آقای میبودی تفکر پلورالیستی نداشتم مثل الان که معتقد باشم قرائت‌های مختلف به هر حال همه محترمن، میتوننم کنار همدیگه بشینن. تفکر مونوئیستیک و انحصاری سکه رایج روز بود. دقیقاً یعنی وقتی معتقد بودیم که یک سازمانی تفکر انحرافی داره باید که باهاش همکاری نمیکرد. البته این رو هم بگم در صحن سیاست جامعه، حالا جلوتر که بریم به انتخابات اول رئیس جمهوری برسیم، من اون موقع مدیر رادیو بودم و نقل خواهم کرد که چگونه از صحنه سیاست هم حذفشون کردن. ولی به هر حال در سازمانی مثل سپاه، البته آقای میبودی یه سازمانی که آدم میدونه، معنی نمیخوام اون کار رو توجیه بکنم الان، حق با شماست، در واقع تفکرات مختلف رو باید به رسمیت شناخت، ولی یک سازمان چریکی بسته، این که آدم هاشم تعهد اولشون به سازمانشونه بعد جای دیگه، قاعدتا در یه سازمان نوبنیاد عضو شدنشون یه خود باید با تردید نگاه کرد به نظر من. همین الان هم که نگاه میکنم، من اگه قرار باشه یک شرکت درست کنم، بعد چند نفر بیان که بدونم سهامدار یک شرکت دیگن و اولویت یکشون منافع اون شرکتی، بیان در شرکت که من درست کردم بیان عضو بشن، طبیعتا باید یک کمی محتاط باشم. به هر حال به لحاظ اداری و مدیریتی به نظرم این کیفیت رو میشه همواره در هر سازمانی دقت کرد بهش، ولی اصل فکر اون موقع در واقع این بود که من تفکر اینها رو انحرافی میدونستم. خب تا چقدر این تفکر شما مورد قبول قرار گرفت؟ یعنی اکثریت موافقت کردن؟ بله، جز آقای غرضی که مخالفت کرد، و وقتی هم عصبانی میشه آقای غرضی داد و بیداد میکنه، صداشم نازک میشه و گفتش که شما سپاه رو یه سازمان مردمی باید باشه، درش باز باشه، همه بیان، اصلا این گزینش کردن رو بردارید، بعد ما از آوندهای سپاه نمیذاریم اینها رشد کنن بیان بالا، از این حرفا میزد. که من بهشون گفتم اشتباه میکنی، مگه به این سادگیه که تو فکر کنی 50 نفر آدم رو تو این سازمان تازه تأسیس ما برداریم بیاریم که به هم وابستن، اهداف دیگه احتمالا دارن، بعدا چجوری میخوای کنترلشون بکنی؟ یادم هست هم آقای رفیق دوست پشت من در اومد تو شورای فرماندهی، هم آقای افروز، هم آقای دانش، و به هر حال آقای غرضی رأی نیاورد و اونها رو راه ندادیم، رد کردیم. خاطره دیگه ای که برابری اگه سپاه امروز به این نقطه رسیده، مسبب شما بودی. چطور؟ یعنی سپاهی که انحصار طلب، بله انحصار طلب، خودش رو مبصر جامعه و دنیا میدونه و حاضرم نیست که هیچ نیروی جدیدی در خودش بپذیری یا تن به هیچ استحاله ای بده. این آغازشه به نظرم. بحث رو دنبال میکنیم. خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنونم که اختیار به سوالات گاه سخت ما رو جواب میدید. محسن سازگاره عزیز تشکر میکنم، از سپهر عزیز برنامه رو هدایت کرد. تا دیداری دیگر.